سلام، آخرین برنامه بدون تعارف در سال 96 تقدیم شما بینندگان عزیز. مروری داریم بر گفتگو با برخی چهره ها که مهمان این برنامه بودند. سلام. خوب هستی؟ سلام. خوب هستی؟ سلام. شما زنده باشین. خدا به خیر بگیره. مصاحبه با دو نفر حرفه‌ای خیلی سخت. شما که استادی داشتید. چی این برنامه رو انداختید همه رو به سلابه میکشونید؟ مردم میخوان بدونن نماینده چقدر بود؟ 5,800,000 تومان حقوق کامل بدون کسر عوارض مالیاته. بعد این که میگن مادام العمره درسته حقوق نمایندگانی؟ غلط، کار بسیار غلطه. الان نماینده مجلس داریم، بقالی دارم، نماینده مجلس هم خیابان تاکسیانه میکنه. الان حس میکنم دارین عصبانی میشین، یا کمی گلابی میل بفرمایید؟ نه، من خودم شما بفرمایید. از مال خودمون به خودمون تعریف میکنید. اسد سیما زیرنجه. راهروهای مجلس که میگن لابی میشه اینجاست؟ من نمیدونم. بعد استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟ استقلالی هستید؟ نهایتا پرسپولیسی ها دیگه رأی نمیدن، هم دوشنان که نمیخوان دیگه. نمیخوان دیگه کاندیدا. من ارادت خاص با آقای پروین دارم. من استقلال تیم دوم هم همیشه همه جا گفتم اینو. یعنی الان حاضر این 6 رو نشون میدید، 4 هم نشون بدید؟ جفتشو میشه جفتشو نشون بدید؟ هیچ کدوم نشون نمیدم. شما گفتین جفتشو. میگن کلا شما به عکس یادگاری و عکس سلفی علاقه دارید، جاهایی که میرید عکس منتشر میکنید. نمیدونم آیا بقیه نیستن؟ عکس ها رو دیدین با لوکیشن های مختلف در مورد شما به صورت طنز درست کردن؟ بله دیدم. آخریش هم با داشتین به ترامپ تبریک میگفتین ظاهرن. یه لحظه باش. سلام، چون اینجوری شد دوباره. من نمیدونم بی ام و سوار شدن تو ببینم، اینو ببینم. این نون تو اینه، عشق من اینه، دنیای من اینه. گاوه تو بیشتر دوست داری یا بی ام و؟ گاومو. باور خودت چی؟ از چه لحاظ؟ که مثلا همچین لحظه پیش میاد. حالا اگه مربی اونو به تو نمیگفت تو خودت متوجه میشدی اگه ببری میخوری به اسرائیل؟ خب نه دیگه، من با خواسته دل خودم میباختم اون کشتی. او جوانترین وزیر کابینه آقای روحانی است و قبلا مسئول تجهیزات شنود در وزارت اطلاعات بوده. مسئله هم که خیلی مالوف میکردن علیه شما این بود که میگفتن شما مسئولیت شنود رو داشتین در سال 88. من در حوزه فنی وزارت کار کردم ولی هیچگاه مدیر کل شنود نبودم. و من درخواست شفاف سازی میدم که این موضوع قطعا شفاف بشه، چون این تهمت بزرگی بود که به ما زده شد. داریم از منتظریم که این شب حمله فرا میرسد، امز فرماندهی کل قوا میرسد. دختر خانمی توی فرودگاه اومد گفت که آره بابام شهید شده و مقصر کشته شدن بابامو شما میدونه و نمیبخشمه داره. گفتم که بخوام جبهه نرفتی، جبهه تا یه جایی صدا جواب میده، احساسات جواب میده، اما دو تا گلوله توپ که اومد این ورد خورد، یک گلوله خونپاره اون ورد خورد، چند نفر شهید شدن، چند تا دستشون قطع شد، دیگه اونجا فقط انگیزه های دینی و اعتقادی و اینها جواب میده. خودتون موسیقی گوش میکنین اصلا؟ بله. بعضی موسیقی ها رو بعضی هاش نه هاش. کنسرت در شکل اجرایش واقعیت دیگر هست و اون عبارت از این که ارائه موسیقی همراه با یک سلسله حرکت ها و هیجان های مبتذل. ما گفتیم آقای حرام در این شهر به حرمت امام رضا انجام نگیره. این کل حرف ما بود از اول تا آخر. عکس ها و تصاویری که شما تو فضای اینترنت می‌بینید خیلی قیافه با ابهت و خورده خشمگین و برخی از این چهره ها واقعا فتوشاپه، درست کردن این عکس ها رو، اما برخی از اونها که هست دیدین خودتون چشما زده بیرون. ولی عرض میکنم اون فتوشاپه. فتوشاپه اون یکی فتوشاپه. اما عکسای دیگری که خشمگین از بنده نشون میده مواضعی است که من در خطبه های جمعه علیه امریکا، علیه جنایات عربستان در یمن و امثال ذالک داشتم که این چنین چهره را نشان دادند. ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم.
حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، چگونه از داعش دارن حمایت میکنن. همه اینا سنداش هست. اگه یک روزی اجازه داشته باشیم اینا رو منتشر بکنیم، یک افتضاح بزرگی برای امریکایی هست. چیکار کنیم که خدای نکرده دوباره فتنه جدیدی تو کشور راه نیفته؟ تا انقلاب و انقلابیگری و اینا هست احتمال فتنه رو هم باید بدیم. یک کلید واژه بدین آقای دکتر، شما شاخص و معیارتون چی بود که راه رو گم نکنید؟ هر آنچه که به نفع انقلاب و انقلابیون باشه انجام بدم و هر آنچه که به ضرر انقلاب و انقلابیون انجام ندم. چون شام نون و پنیر بخوریم، اینکه زور بریسی پختنی بخوریم. وقتی که با خانواده خودم معاشرت میکنم خیلی راحتم، دغدغه‌ای ندارم. من عاشق گل و گیاهم. سلام بینندگان عزیز اخبار 23. امشب در خدمت یکی از صداهای ماندگار سرزمینمان هستیم، بدون تعارف با پرویز بهرام. خیلی هم زود انگار ازدواج کرده. بله. 16 سالگی. ما الان 29 ساله که با هم هستیم. آقا یه موضوع در گوشتون بگم، بعد اگه خودتون خواستیم بگیم. میگفتیم که هی میگن احمد رضا دو سه تا زن داره. والا تو هم به ما گفتن یکی دو سه تا زن داره، ما هم یه دونه شم هستیم. حالا خانم اون از خدا روش. آره ما هم شنیدیم سه تا زن داره، ولی من اولیم. حالا دو جای دیگر من ندیدمشون. اگه دوم سومشو بیاد جلو ما ببینیم کجاست. این بوی قلیون دو سیب خصوصا دیوونه داره میکنه. شما بوها رو خوب پس شما خودتون بدون میکشید. من شام من میکشم. آره یه دی نار ترک نکردین هنوز میکشید؟ تو ترک بودم نتونستم. من سنم 64 ساله، جرأت میکنم برم توی قهوخونه میشم قلیون بکشم، خجالت میکشم از خودم. جوونا نمیدونم الان که فیلم ها در میاد خوب خیلی دستم. زشته تلپوری دارین های فروانی؟ 100% من چی یار میرم زج میکشم. الگو باید پاک باشه، از اینجا خال گفتن تا بالا. شرمش باد اون بازیگری که سر صحنه مواد میکشه، خاک بر سرش کنن و خاک بر سر سینمای ما که به همچین آدم نفرت انگیزی همچنان کار میدن با پولای کلون چون جایزه فلان فلان گرفته. اخلاق مهمه، حیثیت انسانی مهمه. تو به دوربین آقای رفیعی نگاه کن و بی‌طرف این جمله تو بگو. مردم خیلی خوب هستن، خیلی دوستشون دارم، خیلی دوستشون دارم، خیلی دوستشون. میخوام ببینی که وقتی مزاحم یه کادری میشی چی جوریه. بله درسته، ولی اون لحظه‌ش اون فکرا رو نمی‌کنه، فقط خودم بول لنز برسم. برای اولین بار رو در رو گفتگو کردیم با بعضی از تروریست های داعشی. میخوام که یه چند ثانیه این فیلم رو ببین. اینا دیده بود اینا رو این فیلم رو؟ دیدی یه بیگناهی رو رفتید بالا سرش تق تق جونش رو میگیرید، زن و بچه داره. راستی احساسی که الان داری؟ اینها یعنی دوام نمیارن با این فکر. یکی دو برنامه بدون تعارف هم تهیه و تولید شد، اما قسمت نشد که به پخش برسه. این صحبتی که کرده بودین خیلی سر و صدا کرد توی فضای مجازی. بند 45 دقیقه برنامه داشتم که به خاطر شیطنت های رسانه‌ای فقط 3 دقیقه از اون پخش شد. در مورد این که وقتی که همسر من از بیرون وارد منزل میشه من چه کارهایی انجام بدم که مرد من راحت تر خودش رو با محیط خونه وفق بده، یکی از راهکارهایی هم که داده بودم در مورد تشت آب بود. آجا با چند سال ازدواج کردین؟ با تقریبا 13 ساله. 3 تا دخترم. 3 تا دختر دارم. بله بله. آقای مامین، خانم دشتی یه جمله گفتن و این فضا ایجاد شد. حالا من میخوام حاج آقا تو برنامه بدون تعارف یک توصیه به آقایون بکنن، لطفا قابل پخش باشه که این مساویشه. هر وقت دیدی که خانمت ناراحته، عصبیه، مثلا میگه بیرو نبینمت، دور من نیا، دست کلم نکن، با من حرف نزن، بیرو میخوام تنها باشم، هر وقت این حرف رو زد یکی چراغ قرمز تو ذهنت روش کن. زن همه چه داره برعکس میگه، چون ناراحت شده برعکس میگه.
حاج آقا چیکار میکنی؟ من کفش خانم رو ببرم برشون. آها اینم ببینی این روابط دو سویه است. آقایی برعکس شده این روابط. برنامه ما دغدغه های مردم زلزله زده کرمانشاه رو پیگیری کرد. در سال 97 هم همچنان پیگیر خواهیم بود. یعنی این قول از شما بگیریم که مردم زلزله زده، چون من خودم حقیقتا دیشب دیدم مثلا شب خوابم نبود، این شرایط بدی که دارن برای زمستون کمتر نگران باشن. شما نه باید تلاشتون اصلا ما مطمئن باشید عجله ما به خاطر عبور از اسکان اضطراری به اسکان موقت مطمئن باشن از همه عزیزان بیشتر است. تو چی بود آزده؟ یکم زلزله اومد. تو جاده داری میری یهوی پلیس میپره پشت تپه جلو آدم، اصلا احتمال داره برین تو؟ بله بله. به هیچ عنوان مامورین ما این اجازه رو ندارن که کمین بذارن. آقا میذارن ولی نباید بذارن. توصیه ما اینه که همچی کاری نکنن، هم برای جان خودش هم برای رانندگان. بخوام شما آخر برنامه بی‌تعارف ترین جمله رو میپرسیم. باید به مسئولین بگیم دیگه. بله. دیگه بی‌تعارف و با تعارف و چی بهشون بگیم؟ اگر خیر دنیا میخواهید، خیر آخرت میخواید، خیر دنیا آخرت شما توی حقوقهای نجومی و یا توی این پست ها نیست، توی خدمتگذاری و رضایت این مردم هست. به اینها خدمت کنید. آیا تو میتونیم چون بحث حقوقهای نجومی هم مطرح شده بپرسیم مثلا وزیر کشور حقوقش چقدره؟ بله من حدود 6.5 میلیون تومان عضو هیئت علمی هستم از دانشگاه میگیرم، حالا اگر چند 200 می برابر شد خیلی فیش رو نمی کنم. 2800 ملان از دولت میگیریم، یعنی تقریبا میشه 9 خورده ای حقوق منه. زندگی میگذره با این روند دیگه، یا قناعت میکنه. آقای دکتر من میخوام پایان برنامه رو شما مثل یه خبرنگار خداحافظی برنامه با شما باشه. بدون تعارف عرض میکنم بسیاری از مردم تفریحات زیادی ندارن، یکی از تفریحاتشون خود همین رادیو تلویزیونه و سعی کنیم که در خدمت مردم باشیم که واقعا بتونن از اونها استفاده کنن. ما تمام وجودمون اینه که در خدمت مردم باشیم و مردم رو صادقانه دوست بگیریم. بله به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی و امیدواریم در سال 97 مهمانهایی که هم شما انتظار دارید هم ما بدون هیچ بهانه‌ای مقابل دوربین بدون تعارف بشیم. یا علی.